تلاش فعالان مدنی و شهروندان بلخ برای تحکیم پایه‌های صلح دائمی و تفاهم در کشور. جریان وفاق ملی مردم بلخ برای صلح نام این نشست است که به منظور جمع‌آوری دیدگاه‌ها و اندیشه‌های شهروندان و انتقال آن به اهیت مذاکره کننده حکومت برای صلح راه اندازی شده است. حفظ ارزش‌های حقوق بشری، حمایت از حقوق زنان و کودکان و حفظ دستاوردهای چند سال اخیر از اساسی ترین موارد است که این اشتراک کنندگان بر آن تاکید می کنند. جوانایی که امروز جمع شدن از میان از اینا 20 تن انتخاب شده که اعضای رهبری وفاق مردم بلخ برای صلح هستند که قرار است با هیئت مذاکره کننده صلح اینا دیدار داشته باشند و خواسته های مشروع مردم را و درد ملت با اونا شریک بسازند. خواسته های ما جزء از ارزش های مدنی و دینی و سیاسی و اجتماعی و دموکراسی و حقوق زن و آزادی بیان و امثال از اونها می باشد. بیش از 3 امایش داشتیم به خاطر اینکه نظریات و پیشنهادات مردم را جمع آوری کنیم. بعد از 3 جلسه که ما داشتیم خیلی جوانان، محسن سفیدان و بزرگان با ما اشتراک کردند که ما از که تقاضا و خواسته همهشون صلح است. یعنی صلح کلمه است که همه ما تشنه اوستیم، همه دنبال است اوستیم که باید ما را به دست بیاریم. در همین حال برخی از اشتراک کنندگان افزایش حملات طالبان در بخش های از کشور در آستانه گفتگوهای صلح را نگران کننده بیان کرده، خواستار آتش بس از سوی گروه های درگیر هستند. این شهروندان تنها راه رسیدن به صلح دائمی در کشور را ایجاد وحدت، برابری و همبستگی میان شهروندان کشور بیان میکنند. یگانه شرط اساسی صلح ای است که باید اول آتش بس صورت بگیره، ولی فعلا با وجودی که جنگ ها جریان داره، یعنی آدم زیاد باورمند به این بوده نمیتونه که صلح وجود به وجود میاد، چون جناح مخالف فعلا صلح نمیخواین. اونا وقتی جنگ را ادامه میدن، پس یعنی اونا هنوز دمو جبهه خودشان هستن، جبهه مو تفنگای خودشان را کنار نگذاشتن. خواهشان است، چون تقاضا دارم بیان مذاکرات بین الافغانی را شروع بکنن، زودتر ما به یک صلح پایدار در افغانستان برسیم. کشورهای خارجی نمیتونن که صلح در کشور ما بیارن. تا وقتی که خود ما یک جای نشیم، خود ما یک شورای را برگزار کنیم، خود ما با هم صحبت کنیم، مسائل که باعث شده که ما درگیر شیم اونو مسائل پیشکش کنیم. صلح پدیده ای که به دلیل بی‌ثباتی های سیاسی و اجتماعی و رویای دست نیافتنی برای شهروندان افغانستان مبدل شده است. هرچند تلاش های داخلی و خارجی برای رسیدن به صلح سراسری در کشور جریان دارد، اما دیده می شود همزمان با گفتگوهای صلح، عملات تروریستی طالبان در کشور بیشتر از پیش افزایش یافته است.